یک سال از بس که به خرش پوست هندوانه داده بود خرگر شده بود. عقیل لاشه دامادش عبدالله را از میان لاشه های هندوانه ها بیرون کشید، به دوش گرفت و به خانه آورد. به خانه آورد و کنار گودال خواباند، بالای سر لاشه ها. شهربانو همچنان خاموش چون باطمه زده بود. شهربانو آن روز مثل یک کلوخ کوچک بود. شهربانو که لابد حالا نرم شده بود و داشت خاک می شد. عقیل یک برادر هم داشت، عباس. شاید وقت بیرون کشیدن او از انبار کاه خم پشتش بیشتر شده باشد. عقیل برادر را هم بر دوش گرفت و به خانه آورد و کنار دیگرانش خواباند. بعد بیل را برداشت. می بایست گور بزرگی می کند. دو تا گور، یکی برای زن و دخترش، یکی برای برادرش، دامادش، پسر کوچکش و نوه‌اش. اما بهتر که هر دو گور کنار هم باشند. پس خاک و خاکستر و گودال را باید بیرون ریخت. ای دست‌ها، بازوها و ای پشت خمیده، مددی. کار تا غروب طول می‌کشد. کار تا غروب طول کشید. آخرین پشت بیل را بر گور کوبید و در سایه نشست. دیگر آنها نیستند؟ ها بابا؟ عقیل آن روز نتوانست جوابی به شهربانو بدهد. جوابی نداد. فقط یادش آمد که هنوز گریه نکرده است. حالا خواست گریه بکند، اما دیگر نتوانست. گریه از یادش رفته بود. خشک شده بود. تعجب کرد. گریه برای چی؟ گریه دیگر آنقدر ناچیز است که از خود شرم دارد. گریه دختر نابالغی است در خانه غریبان. گریه سرپس می‌زند. سرپس زد. دیگر آنها نیستند؟ ها بابا، صدایت را می‌شنوم شهربانو، صدایت را می‌شنوم. بابا، ما کجا می‌رویم؟ صدایت شهربانو، صدایت باز هم. ستاره‌ای که سقوط می‌کند چگونه بر سینه سیاه آسمان خطی در پی خود می‌گذارد؟ خطی که عمری کوتاه و تند دارد، عمری پرشتاب. صدای شهربانو بر قلب پیر عقیل همان خط بود بر سینه سیاه آسمان. صدای شهربانو دیگر نبود، اما جای صدا بود، خراشی بر قلب عقیل.